أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معسلين بسیار عزیز، ادامه هفته ششم که عنوان درس ما بازم جدول دوره عناصر و همچنین در مورد خواص عناصر آشنایی کامل باید پیدا کنید و همچنین معسل نظر و فعالیت های درسی معسل قادر خواهد بود که تا عناصر جدول دوره عناصر در کوانتوم ها و تقسیمات از این الکترونی از اینا و همچنین عناصر در شل ها و گروپ ها و دوره ها به حساب بفهمند که کدام عناصر در کدام موقعیت قرار دارد. پیش از اینکه روی گروپ سوم جدول دوره ای صحبت داشته باشین، معسلین بسیار عزیز، باید تمام عناصری که در جدول دوره‌ای به حساب موقعیت داره، شما نمبر اتمی و وزن اتمی از این و آرایش الکترونی از این باید بفهمید و اگر این چیزار ما در جدول نتونیم بفهمید، ما در درس‌های آینده به پرابلم‌های بسیار زیاد روبرو میشید. نه تنها در کیمیای به حساب انجینری که میخونین، همچنین در تمام بخشا در زراعت، در طبابت به حساب که در بخش به حساب دگه بخشایی که کیمیا میخونن، مثلا پنزه ساینس، پنزه تعلیم تربیه اینا، و اگر جدول دقیق نفهمن، مشکلات دامنگیر از اینا تا و ختم به حساب دوری تحصیلی از اینا وجود داره. مثلا اگر ضرب زبانی یاد نگیرن امون به چه سنف دو سه یا چار یا پنج که به حساب ضرب زبانی گفته میشه یاد نگیره، تا عمره که به حساب در ریاضی سر و کار داره با ضرب زبانی سر و کار داره. پس ضرب زبانی باید حفظ شه و تمام به حساب در هر عنصر وزن اتمی، نمبر اتمی، حالت طبیعی از اینا در طبیعت، خواص فیزیکی، خواص کیمیاوی، موارد استعمال و استحصال هر عنصر در جدول دوره‌ای مربوط به معسل که اینا رو حفظ کنه و پرابلم نداشته باشه. و همچنین صحبت هایی که ما پیشتر کردیم در گروپ اول جدول دوره‌ای کردیم، در گروپ دوم جدول دوره‌ای کردیم و همچنین در گروپ سوم جدول دوره‌ای صحبت هایی باید داشته باشیم که گروپ اول جدول دوره‌ای، گروپ دوم جدول دوره‌ای و گروپ سوم جدول دوره‌ای اینا فلزات هست. پس فلزات به حساب در طبیعت وجود دارند. مربوط به گروپ فلزات و در امی گروپ سوم میتونه به حساب عناصر شیب فلز هم وجود داشته باشه که هم در بعض موارد بر بعض تعاملات کیمیاوی خواص فلزی است تو بروز میده و در بعضی از تعاملات کیمیاوی خواص غیر فلزی از تو بروز میده که به این منظور میگن که شیب فلز. ما در امی گروپ سوم جدول دوره‌ای آلومینیوم دارین، برون دارین، گالیوم دارین، اندیمیوم دارین، تیتانیوم دارین که اینا مربوط به حساب گروپ سوم میشه که برون از جمله قی شبه فلزات، آلومینیوم و گالیوم و اندیمیوم و تیتانیوم از جمله فلزات هست و این فلزات فلزات بسیار مهمی هستند که در طبیعت وجود دارند، به شکل خالص در طبیعت وجود ندارند و در طبیعت به شکل منرال ها، اکساید ها اینا وجود دارند که اینا رو باز میتونند که به حساب استحصال کنند و بعد از استحصال به حساب فلزات به حساب خالص از اینا به دست بیاد و استحصال ها از اینا مختلفه. بعضی توسط درجات حرارت استحصال میشه، بعضی در بعضی سنترفیوژا استحصال میشه و بعضی از این فلزات در دیفیژن های گازی استحصال میشن. پس همه این فلزات به یک روش نمیتونن استحصال شن، به روش های مختلف استحصال میشن. مثلا از این جمله اگر ما از عناصر
سقیلی زمین آهن ما در نظر بگیرید، اون میتونه یا المونیوم در نظر بگیرید، اینا میتونن که به درجات بالا یعنی به 1500 درجه سانتیگراد اگر ما حرارت کوره برسونید، اینا میتونن به حساب المونیوم اکساید به المونیوم خالص یا فیریوم اکساید به آهن خالص استحصال شد. پس هر کدوم از اینا به روش‌های مختلف به درجات حرارت مختلف به دستگاه‌های مختلف میتونن استحصال شن و به شکل فلزات خالص اینا در میارن. از جمله ما اگر المونیوم به حساب در نظر بگیریم، المونیوم یک عنصره که در طبیعت به حساب به بخش منرال ها بسیار وافر پیدا میشه و عنصر بسیار فعال و عنصر بسیار خوبیه که امروز در تمام موارد استعمالی که در زندگی بشر هسته ما از فلز المونیوم استفاده میکنیم. مثلا در ساختمان سازی انواع در و پنجره اینا به شکل پی وی سی المونیوم در بیایه که از المونیوم استفاده میکنید و ایلیاژ های المونیوم در انجین های موتر تیاره و دیگه انجین ها استفاده میشه. ابزار بسیار زیادی از المونیوم ساخته میشه و المونیوم در به حساب کارهای خانه مثلا در آشپزخانه ها انواع و اقسام به حساب دکا کرایی هایی که ما داریم از فلز المونیومه. پس المونیوم فلزیه که موارد استعمال بسیار زیادی داره در زندگی بشر و فلز نسبتا نرمیه و به درجات حرارت 450 درجه سانتیگراد و میتونه به حساب ذوب شه و به درجات بالا میتونه به حساب اکسیداز شه که کامل اکسیژن از او جدا شه و شکل خالص در کوره به حساب استحصال شه. و همچنین تیتانیوم جمله فلزات بسیار نادریه که ما میتونیم انواع و اقسام به حساب ابزار به حساب ابزار بسیار مکروهی که ما در نظر میگیریم از فلز تیتانیوم حسابی استفاده میشه در ابزار تکنیکی، در ابزار به حساب رادیوها، به حساب اینا از این فلز میتونه استفاده شه. و دیگه ما گروپی داریم به نام گروپ 4 داریم که در گروپ 4 عنصر کاربن و سیلیکون و جرمنیوم و قلعی و سر موقعیت دارند که اینا میتونن فلز هم باشن، میتونن شبه فلز هم باشن، میتونن غیر فلز هم باشن. که از این جمله اگر ما در نظر بگیریم کاربن یک عنصری که به حساب در طبیعت وجود داره به شکل خالص و کاربن عنصری که به حساب وزن اتمی کاربن 12 که 6 تا الکترون در مدارها و سویای انرژی از او همیشه در حال حرکت که 2 الکترون در مدار اول و 4 الکترون در مدار اخیر از او موقعیت داره. به مخاطر ویلانس از این مثبت منفی 4 یا 4 الکترون از دست میده یا 4 الکترون میگیره. اگر در مقابل عناصر به حساب الکترون نگتیف های قوی قرار میگیره این 4 الکترون از دست میده و اگر در بعض به حساب عناصر که الکترون نگتیف ازی کمتر به حساب باشه این 4 تا میتونه بگیره و 4 تا میتونه به اشتراک بگذاره. پس حالت داره کاربن به مخاطر به حساب عنصر بسیار فعاله که هم میتونه از دست بده هم بگیره و هم به اشتراک بگذاره. پس کاربن 6 الکترون در مدارها و سویای انرژی خود داره و همچنین 6 الکترون میتونه که به حساب
6 الکترون در مدارها داشته باشه و 6 الکترون میتونه در چی داشته باشه؟ در هسته ها. پس وزن اتمی کارمون میشه 12. 12 یعنی 6 تا پروتون داره و 6 تا نیوترون در هسته خود داره که 12 وزن اتمی میشه و نمبر اتمی از او 6. کاربن الکتروپیای داره و ایزوتوپای مختلفی داره. الکتروپیای کاربن زغال، گرافیت و الماس که در طبیعت وجود داره و اگر ما روی الکتروپی گپ بزنیم اینه که اشکال مختلف یک عنصر در طبیعت اور الکتروپی میگن. مثلا میتونه کاربن زغال هم باشه، میتونه کاربن گرافیت هم باشه، میتونه کاربن الماس هم باشه. و کاربن به شکل جامد وجود داره، مولکول ها از این با هم متراکمند و شما شکلی هم که میتونین در سلاید شکل ببینین که رنگ سیاهی داره. چی رقم به وجود آمده در عصرهای میزوزویک و پالوزویک یا دورهای دیوران و سلوران، عصرهای به حساب جیولوژیکی یا بیولوژیکیه، تمام اشجار در اثر به حساب آتش فشان و اینا قلقم شدن و اینا در زمین دفن شدن و به مرور زمان در اثر بادها و اینا فشارها روی از این به حساب اشجار به حساب طبقات خاک و اینا پوشان در اثر فشار و حرارت و میکروارگانیزم ها و رطوبت اینا یک بخش از اینا به زغال، یک بخش از اینا به گرافیت و یک بخش از اینا به الماس تبدیل شده و تبلور از اینا بعد از سالهای بسیار زیاد و طولانی اینا معادن میتونن، مثلا معادن زغال سنگ هرات اگر ما در نظر بگیریم از اون زمانهای بسیار زیاد بیولوژیکیه که امروز ما از او استفاده میکنیم، یک منبع به حساب مهم انرژیه که ما به حساب مواد سوخت از این الوتروپی به حساب کاربن ما میتونیم استفاده کنیم. و همچنین به حساب گرافیت یکی از الوتروپی های به حساب کاربنه که گرافیت به حساب در بخش های مختلف استفاده میشه، مثلا در فیگور دراوینگ های انجینری، در پنسل ها استفاده میشه و همچنین در بخشی از دیود ها در بین به حساب رادیو ها اینا استفاده میشه. و گرافیت دو رابطه داره، یک رابطه کوهلان داره، یک رابطه فلیزی داره. به مو خاطر گرافیت میتونه برق انتقال ده و زغال برق انتقال داده نمیتونه، به خاطر که در زغال یک رابطه وجود داره که رابطه کوهلانت، در گرافیت دو رابطه، رابطه کوهلانت و رابطه به حساب فلیزی وجود داره، میتونه برق انتقال ده که از این در فیگور دراوینگ های انجینری از این استفاده میشه، در بین پنسل ها استفاده میشه، موارد استعمال بسیار زیاده. الماس یکی از الوتروپی های دگه به حساب کارمونه که این میتونه به حساب در حرارت بسیار زیاده ای به حساب متبلور شه. اگر فضای تبلور از این زیاد باشه یک الماس درشتی و اگر فضای تبلور از این کم باشه الماس های بسیار ریز از این استفاده چی میشه پیدا میشه. اگر درجه حرارت بسیار زیاد باشه که تبلور صورت بگیره در مزاوه ها و مگما و اینا، این میتونه به حساب الماس ناقص نقطه‌ای و خطی داشته باشه و اگر درجه حرارت کمتر باشه الماس که تشکیل میشه اون نواقص نقطه‌ای و خطی نداره و میتونه به شکل کیوبیک یا کوبیک یا مکعب این تبلور کنه. و همچنین الماس میتونه رنگ‌های مختلفی داشته باشه که به رنگ سفید، به رنگ کبود، به رنگ گلابی، به رنگ زرد، به رنگ خاکستری و رنگ سیاه که از اون جمله رنگ کبود و رنگ سفید و رنگ گلابی
از به شکل زیورات از اونا استفاده میشه که با قیمت های بسیار بالا یا یک قیراط از او به حساب بسیار ارزش بسیار بالایی داره و از الماس زرد در به حساب امو برماهایی که حفر میکنم چهار استفاده میشه و از الماس خاکستری برای قطع کردن شیشه های استفاده میکنه و از الماس سیاه برای تقهای فریز از او استفاده میکنم که بعضی چیزها که میسانونم در توسط تقهای فریز امو الماس سیاه و همچنین از الماس در ساخت به حساب هلیکوپترها در بین پرهی که او میچرخه از الماس استفاده میشه که به حساب ساییدگی هیچ نداره، اگر هر فلزی باشه بوجی میسوه بو سرعت که پره به حساب هلیکوپتر چرخ میزنه، پس داخل از او الماس وجود داره که الماس از ساییدگی به حساب جلوگیری میکنه و اون پره به صورت مواد همیشگی میتونه او به حساب بچرخه. الماس ایزوتوپ هایی داره که ما ایزوتوپ کربن 12 داریم، کربن به حساب 13 داریم، کربن 14 داریم که ایزوتوپ های به حساب کربنه که ما ایزوتوپ اگر تعریف کنیم میگیم عناصر که دارای عین نمبر اتمی و وزن اتمی مختلف داشته باشن ایزوتوپ نامیده میشه که ما از جمله کربن 12 داریم، کربن 13 داریم، کربن 14 داریم که کربن 12 6 پروتون داره، 6 نیوترون داره، کربن 13 6 پروتون داره، 7 نیوترون داره و کربن 14 6 پروتون داره و 8 نیوترون داره. به مخاطر کربن 14 میشه، کربن 13 میشه و کربن 12 میشه. عناصر گروپ 5A که جدول دوری عناصر از جمله نایتروژن، فسفرس، ارسنیک، استیبیوم و بسموت که اینا میتونن غیر فلزات هم باشن و فلزات هم اینا باشن که از جمله اگر نایتروژن ما در نظر بگیریم به گروه پنجم موقعیت داره، آخرین مدار از این پنج الکترون داره که پنج الکترون اگر ای اوکتت شه به سه الکترون دیگه نیاز داره، سه الکترون دیگه که بگیره اوکتت میشه، پس به مخاطر ولانس از این میتونه منفی سه باشه. نایتروژن عنصر بسیار فراوانی در طبیعت هسته که برای خالص سازی از این استحصال از هوا استحصال میکنن، از هوار میگیرن، در اثر حرارت هوار به حساب نایتروژن خالص استحصال میکنن و نایتروژن در ترکیب به حساب انواع و اقسام منرال ها هست و همچنین در خاک نایتروژن وجود داره که به حساب همون قوی بودن خاک به حساب همون موجودیت نایتروژن هست و همچنین در زراعت بسیار رول اساسی داره، زمینایی که به حساب اگر به حساب حاصل خیز بکنن امو زمین‌ها رو به حساب یک سال شبدر بکنن یا سبست که سبست میتونه و شبدر میتونه که نایتروژن زیاد در خاک به وجود بیاره و سال دیگه میتونن که از او در زمین‌هایی که برنج و گندم میگیرن از او استفاده کنن و زمین حاصل خیز میشه و نایتروژن یک عنصر بسیار فعالی است که در طبیعت به فراوانی یافت میشه و همچنین از اون جمله فاسفورس که فاسفورس هم در منرال ها وجود داره که به شکل خالص رو میتونیم ما خالص سازی کنیم که از اون جمله فاسفورس سفید و فاسفورس سرخه که در مجموع از هر دو فاسفورس در لابراتوارها استفاده عظیمی میشه. اگر فاسفورس در معرض چربی قرار بگیره میتونه به حساب احتراق به وجود بیه و عموما در تئاترا از این استفاده عظیمی میکنن به یک شمها
روشن میکنن، در بین شم فاسفورس میگذارن و میگم شم شماره یک روشن شه، خود به خود روشن میشه، چون در موجودیت فاسفورس در موجودیت چربی قرار میگیره و احتراق صورت میگیره. و ارسنیک، ارسنیک یک عنصره که بسیار عنصر مهمیه و عنصر بسیار سمی هم هسته که میتونه به حساب در بعض منرال ها وجود داشته باشه، خصوصا در برنج بسیار زیاد وجود داره که موجودیت ازی در عضویت سم وجود میاره و سم میتونه به حساب موتشن یا جهش ناگانیر به وجود بیاره و انواع و اقسام سرطان ها به وجود بیاره. و مرکز اساسی دیابت از ارسنیک، موجودیت مقدار ارسنیک شروع میشه و چون در برنج ها زیاد داره که زیاد وجود داره که هر قدر برنج کمتر استفاده شه همون مقدار ارسنیک به حساب در عضویت کمتر به حساب وجود داره. دیگه عناصر دیگه مثل بیسموت که هست، این هم یکی از جمله عناصر بسیار مهم جدول دوری عناصر. گروپ دیگه که روی از او صحبت بشه گروپ 6 ای که از او جمله اکسیژن و سلفر و سیلینیوم، تکتینیوم و پولونیوم که از جمله عناصر گروپ 6 ای جدول دوره‌ایه. از او جمله عنصر بسیار مهمی که هست اکسیژن، که اکسیژن یک بر پنجم حصه طبیعت یا اتمسفیر اکسیژن وجود داره که اکسیژن میتونه به حساب ایزوتوپ های مختلف داشته باشه و ایزوتوپ به حساب 16 داشته باشه، 17 داشته باشه و 18 داشته باشه، که از جمله اگر ما 16 بگیرین 6 نیوترون در هسته از اینه و اگر 17 بگیرین 7 نیوترون و اگر 18 بگیرین 8 نیوترون در هسته ازی موقعیت داره و میتونه به شکل اکسیژن، میتونه به شکل اکسیژن نوزاد باشه، اکسیژن دای مونو اتمیک، اکسیژن دای اتمیک و اکسیژن تری اتمیک که دای اتمیک از اون ما انسان ها موجودات حیه استفاده میکنیم و از دای اتمیک از اون نمیتونیم استفاده کنیم و تری اتمیک از اون هم اوزون میشه که اوزون میتونه به حساب همون لایه که در اتمسفیر وجود داره که تشعشعات الفا، بیتا، گاما نتونن به زمین بیاین، از او سدیه که به اونجه به حساب استفاده میشه از او. و اکسیژن عنصر بسیار مهمیه، تمام مواد در موجودیت از این عنصر احتراق میکنن و میسوزن و همچنین سلفر عنصریه که در طبیعت وجود داره به رنگ گلابی، سرخ و به رنگ زرد که از اون جمله به رنگ زرد از این بسیار موارد استعمال زیادی داره و یک عنصر انتیسپتیکیه یا عنصر سمیه که میتونه در بخش‌های زراعت از این بسیار استفاده های عظیمی بده.